ویدیو فارسی تقدیم می کند. به نام خدا. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی نور، سلام بر همگی شما. امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده باشین تا قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتگوی خانواده رو با ما همراه باشید. پیش از هر چیز از شما عزیزان اجازه میخوام تا خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ناطق‌پور سلام عرض کنم. آقای دکتر درود بر شما. خیلی متشکرم. خدمت جناب علی و بینندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی، سربلندی و موفقیت میکنم. متشکرم. آقای دکتر، خاطرتون هست که ما چند جلسه ای هست در مورد تحول شخصیت صحبت میکنیم، تحول در زندگی، و به طور کلی صحبتمون روی این محور بود که تحول شخصیت چقدر میتونه روی موفقیت و آرامش و به نوعی شادی در زندگی نقش داشته باشه. حالا شما اگر که ممکنه برای ما بیشتر توضیح بدین، آیا واقعا این تحول اینقدر مهم هست؟ به نام و یاد خدای مهربان. واقعیت این است که تحول رو ما به عنوان یکی از نقاط عطف بحث‌های شخصیت و بحث‌های مثبت اندیشی و همینطور بحث‌های دیگری که تحت عنوان احساس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی داشتیم در نظر می‌گیریم. لازمش هم این است که هم زندگی اجتماعی هم زندگی فردی به ما این در واقع هشدار و نکته رو یادآوری میکنه که بتونیم دائما در زندگیمون بایستی تحول ایجاد کنیم. بحث تحول در زندگی خب در منابع معنوی ما هم آمده. مثلا در قرآن آمده که خداوند هیچ جامعه ای رو تغییر نمیده مگر اینکه افراد خودشون تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. پس لازمش این است که افراد تغییر کنند تا جامعه تغییر پیدا بکنه. اگر انسان گاهی اوقات در جامعه سختی ها و مشکلاتی مثلا عدم رعایت قوانین یا مسائل دیگر رو میبینه، اتفاقا اینها بخش عمدهش هم برمیگرده به خود فرد. افراد خودشون وقتی تغییر بدن در حوزه اجتماعی هم تحولات تغییراتی رخ میده. از سوی دیگر خب معمولا مدیران و برنامه‌ریزان جامعه هم معمولا تلاش میکنن تا بتونن تحولاتی در جامعه ایجاد بکنن که اینها در کنار هم نهایتا برسه به همون نقطه‌ای که همیشه بهش فکر میکردیم و در این بحث هم به اون خیلی توجه داریم، یعنی زندگی امن با توأم با آرامش و موفقیت برای همه. و در مورد کلام حضرت امیرعلی السلام هم داریم که میفرماید من ساوا یومه فهو مغبون. اگر یک کسی هر دو روزش با هم مساوی باشه، یعنی گذشته و امروزش مساوی باشه، آدم ضرر کرده. پس نشون میده فرمایششون ناظر بر این است که امروز ما باید بهتر از دیروز ما باشه. برای اینکه امروز ما بهتر از دیروز باشه باید متحول بشیم دیگه. هر روزتان بهتر از دیروز باد، یا به نوعی تغییر به سمت مثبت. مثبت زنده باد. به همین دلیل تحول در واقع در منابع فرهنگی ما فراوان آمده، در اشعار مولوی هست، در اشعار حافظ هست، و به همین خاطر یکی از اصولی است تحول که ما در زندگیمون برای اینکه بتونیم موفق بشیم، رشد پیدا کنیم و جامعه حتی به توسعه برسه باید بهش فکر بکنیم. نکته دیگر این است که با تحول ما میتونیم افسردگی و استرس ها رو هم کاهش بدیم. امروز خب خیلی از افسردگی رنج میبرند و یه میتوان گفت ناراحتی روانی شایع در بسیاری از کشورهاست، در جوامع هست، و هرچی انسان بتونه خودش رو متحول بکنه، یعنی انرژی خلاق به کار بگیره، در واقع انرژی های منفی رو کنار میگذاره و به انرژی مثبت میاد. این حالت ما میگیم تحول، یعنی از هرچی انرژی منفی رو محدود بکنیم انرژی مثبت رو گسترش بدیم. هرچی این کار رو ما بکنیم در واقع داریم تحول پیدا میکنیم. اشاره خوبی که کردید، تحول یعنی تغییر مثبت. پس انرژی منفی تبدیل میشه به انرژی مثبت، این میشود تحول. تحول در چنین شرایطی یعنی برخورداری از انرژی خلاق، یعنی تجلی شخصیت خلاق درسته. یعنی تجلی اندیشه مثبت. ما اینو میگیم تحول.
جلسات قبل هم صحبت کردیم که واقعا بدون تحول در دنیای امروز دیگه نمیشه زندگی کرد، یکی از ضروریات دنیای امروزه، برای اینکه جهان در حال تحول دائمند. حالا تو حوزه تکنولوژی شما میبینید هر روز یک سری از تکنولوژی های جدید میاد، خب انسان میبینید که به میزان اون دورهای آموزشی جدید به وجود میاد، دورهای آموزشی که تکنولوژی های جدید رو بیاموزن چطوری میشه استفاده کرد. حتی به دلیل گسترش این تکنولوژی ها بعضن آفات این تکنولوژی ها و ضررهاش هم مطرح میشه، پس به خانواده ها هشدار میدن که چگونه از تکنولوژی استفاده کنید که آسیب ها و آثار منفی و نامطلوبش به اصطلاح فرزندان و خود شما رو تحت تاثیر قرار نده، مثلا قضیه اینترنت و مثل اینترنت و حتی در خود اینترنت اگه دیده باشید اصلا یک قوانینی داره، یه تعهدنامه‌ای داره که افراد امضا میکنن، در واقع می نویسن آی اکسپت، اینو قبول میکنم که بتونن وارد سیستم بشن. خب اینها رو همه اینا رو میگیم تغییراتی که به دلیل رشد شگر و وسیع و سریع تغییرات در دنیای امروز انسان عقب میمونه از غافله. اگر تغییری پیدا نکنه دیگه نمیتونه وارد دنیای جدید بشه. به همین دلیل هرچی جهان داره تغییر میکنه ما هم در خودمون تغییرات بیشتری احساس میکنیم. یک دلیلش هم این است که وقتی جهان تغییر میکند ما چه بخواهیم چه نخواهیم تحت تاثیر این تغییرات قرار میگیریم. من نمیتونم در اتاقمو ببندم، در خونه رو ببندم، به بچه‌م بگم کامپیوتر نیار تو خونه چون اینترنت مسئله داره. من باید بیام بر بچه فرزندم تغییرات ایجاد کنم. یعنی چه؟ یعنی آماده اش کنم که چگونه استفاده مثبت مثلا از اینترنت بکنه. اینا رو ما جزء بحث‌های تحول میاریم. برای اینکه این کارو بکنیم باید ضریب خلاقیت بچه‌مو ببرم بالا. برای این کار بایستی انرژی خلاق در فرزندم ایجاد کنم، انرژی مثبت ایجاد بکنم. از سوی دیگر یکی از ضرورت های تحول برمیگرده به نیاز جامعه به افرادی که بایستی در این جامعه مشارکت کنند برای توسعه کشور. خب افراد اگر تحول پیدا بکنند، یعنی انرژی خلاق و مثبت درش افزایش پیدا بکنه، افرادی میشن که واقعا میتوان بهشون در به اصطلاح تحولات اجتماعی هم توجه کرد. میتوان گفت نیروهای انسانی فراوانی به تعداد یک جامعه یک کشور حالا وجود دارند که اینها میتونن توسعه کشور رو تسریع ببخشن. به عبارت دیگر مشارکت در توسعه کشور لازمش تحول در افراد و سپس به تدریج تحول در خود جامعه است. این یکی از به اصطلاح رویکردهای لازمی است که ما به تحول فکر کردیم که بدون تحول در واقع زندگی مشکل پیدا می‌کنه. ممکن است این پرسش پیش بیاد که خب حالا این تحول اگر قرار است رخ بدهد در جامعه باید یا رخ بدهد یا در انسان. بدیهی است که در هر دو جا باید رخ بده، ما اینو انکار نمی کنیم، ولی بسیاری از تحولای اجتماعی هم از طریق افراد شروع میشه. مثلا فرض بفرمایید رعایت مقررات و قوانین، این افراد هستن که باید بپذیرن باور کنن قوانین مهم لازمه و به درد زندگی میخوره و همه میتونن با رعایت قوانین زندگی مسالمت آمیز و لذت بخشی داشته باشند. خب پس بنابراین اگر فرد قانون را رعایت نکنه، هر چقدر هم به اصطلاح مکانیسم ها و ابزارهای بازدارنده قرار بدن مثل مجازات، مثل نظارت، مثل کنترل، باز هم باعث اینه گسترش پیدا بکنه. چرا؟ چون فرد هر کار میکنیم رعایت نمیکنه. پس لازمش است که فرد به این باور برسه که باید قوانین را رعایت کرد تا از طریق رعایت قوانین زندگی صلح‌آمیز و موفقی برای همه و از جمله خود اون فرد فراهم بشه. مثلا همه قوانینی که میگین، حالا من یه نمونه ساده شون فرض میگیریم، مثلا شما فکر کنید قوانین راهنمای رانندگی توی شهر تهران، فکر بکنید که مثلا چراغ سبز گذاشتن برای عابر پیاده، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم مردم مثلا منتظر اون چراغ نمیشن، خودشون ها که حرکت میکنن میرن، بعد تمام نظم خیابون رو به هم میریزن. خب اینجاست که آدم میبینه که خود آدم ها، خود افراد هستن که بله. نقش اساسی مثال دارن. مثال خوبی است. بله. این خیلی بله. یعنی اون کسی که مدیریت جامعه رو به عهده داره چراغا رو باید نصب میکرده، یه سازمانی ارگانی موظف بوده کار کرده، قوانینش هم مشخصه، خط کشی هم هست، همه چی وجود داره. خب بنابراین حالا بایستی آموزش ها شروع بشه، یعنی یه سازمان دیگه احتمالاً بایستی کار آموزشی به عهده بگیره، آموزش بده به افراد. از این طرف هم افراد در درون خانوادگی با هم هی مرور کنن تا براشون درونی بشه. دقیقاً.
حالا ممکنه همون رانندش هم وقتی که در جایی که چراغ نیست خطکش عابر پیاده هست، ممکنه راننده اجازه نده عابر پیاده رد شه و این باعث میشه که اینا دیگه در واقع هر دو سعی کنن حتی الامکان به حق خودشون اصطلاحا برسن، یا به عبارت دیگه از فرصت به نفع خودشون استفاده کنن. دقیقاً. اگه این اتفاق بیفته در واقع به نوعی هرج و مرج میشه، اون زندگی قابل اتکا و آرامش بخش کم کم زیر سوال میره به اصطلاح. بس بنابراین در اینجا هست که هم فرد هست که بایستی بداند قوانین چیستند، چگونه باید رعایت بشن، به خصوص قانون چقدر تو زندگی به نفع همه هست. قانون شخصی نیست، قانون اختصاصی نیست، قانون عمومی است، یعنی همه هستن که از رعایت قانون سود میبرن. اینو ما از درون خانواده میخوایم شروع کنیم. و این نکته به خصوص من میخوام تاکید کنم که تحولات اجتماعی علاوه بر اون که یک بخشش، یک رأسش، یک قسمتش در درون خانواده هاست، یعنی از طریق تحول در افراد و خانواده ها تحول اجتماعی به وجود میاد. نکته دیگری که اینجا میخوام عرض کنم این است که اصولا به دلیل ماهیت مسائل اجتماعی، طبیعت مسائل اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی، تا تحقق امر اجتماعی زمان پیش میخواد. ممکنه یه عادت، یه رفتار، یه به اصطلاح شکلی بخواد تو جامعه اتفاق بیفته، زمان طولانی طول بکشه. نمیتوان منتظر بود به این که جامعه یه روزی مثلا تغییری کنه، همه مثلا قانونها چنین بشه، رعایت بشه، تا ما اون وقت بتونیم حرکت کنیم. این تقریبا به تنهایی ممکن اتفاق نیفته. اینجاست که ما میگیم آقا جون، جامعه، مدیران، برنامه ریزان، مصلحین، روشنفکران همه کارهای خودشون توی تحولات اجتماعی انجام میدند. از این طرف هم خانواده بیکار نمی نشینه. خانواده شروع میکنه هم در جهت کمک به اونها، هم در جهت تربیت نیروهایی که هم به لحاظ فردی، هم به لحاظ اجتماعی، افراد در واقع میتوان گفتش که خلاقی بشوند که بتونند رابطه بین فرد و جامعه، یعنی خودشون و جامعه رو، این پیوند رو برقرار بکنن تا تحولات اجتماعی هم به تدریج رخ بده. ما بحث تحول رو در واقع از این زاویه داریم نگاه میکنیم. چگونه میتوان فرد را در بافت خانوادگی برای زندگی اجتماعی متحول کرد؟ یعنی هم نتیجهش رو در همون بافت خانواده متوجه میشه، هم که برای کل جامعه و حتی در خود فرد. کاملا درسته. آقای دکتر، یه مقداری میتونید در مورد مبانی و محورهای این تحول هم برای ما صحبت بفرمایید؟ خب ببینید، ما نکته مهمی که در تحول داریم این است که ما میخوایم از طریق تحول به آرامش، امنیت و موفقیت دست پیدا بکنیم. درسته. پس بنابراین لازم است که اندیشه مثبت داشته باشیم، لازم است که شخصیت متعادل داشته باشیم، لازم است که احساس تعلق اجتماعی در ما افزایش پیدا بکنه و لازم است که شخصیت خلاق داشته باشیم و در واقع انرژی خلاق داشته باشیم. به عبارت دیگر، یکی از مبانی و مؤلفه‌های مهم تحول انرژی خلاقه که ما بهش میگیم انرژی مثبت. مؤلفه‌های دیگری که قبلا هم اشاراتی به اونا کردیم، باور هست، درک ضرورت‌ها هست، نیاز به تحول هست، اراده و تصمیم و قصد تحول هست و میخوام بگم مهمتر از همه اینا تداوم. تداوم، بله. خیلی ها شروع میکنن ادامه نمیدن، وسط رو رها میکنن. درست. اتفاقا وقتی صحبت میکنی میگه من میدونم، از فهوای کلام و صحبتش معلومه که درک ضرورت رو میدونند. درسته. نیاز رو حس کردند، باور به تحول رو هم پذیرفتن، اراده و قصد هم داشتند، اما یه مقدار جلو رفتن رها کردن. چرا؟ این بحث مفصلی خواهد داشت توی بحثای ما، برای اینکه اون انرژی خلاق که اصطلاحاً موتور اصلی تحرک هست، موتور اصلی تحول هست، در اینا پایین بوده. ببینید شما اگه دقت کنید توی این فیلم ها ما میبینیم این موشک هایی که به آسمان رها میکنند، این موشک از زمین که میخواد به سمت آسمان بره، اونهایی که متخصصن میگن انرژی بسیار قدرتمندی باید اول پرتاب کنه، ولی این انرژی بسیار قدرتمندی که مثلا یه سفینه رو برای اکتشافات میخواد بره آسمان مطالعات علمی انجام بده، این سفینه وقتی میره، این به محض اینکه از زمین جدا شد یه مقدار رفت، انرجی برمیگرده به صفر شدن دیگه. تو فیزیک هم دیدین یه شیئی که پرتاب میکنیم به نقطه اوج میرسه دیگه، از اون بعد دیگه اصطلاحا برد مفید تمام میشه و شروع میکنه به جرم یا سنگینیشون رو میکشه پایین، یعنی انرژی حرکت دهنده دیگه وجود نداره. این از که برمیگرده
درست، این هست که جالبی زدین. درسته. افراد با انرژی پرتابی که اولی میگن به اصطلاح با انرژی اول حرکت میکنند، ولی انرژی تداوم نداره، انرژی ذخیره که ندام بده نداره. حالا چگونه انرژی از دست میره، چگونه انرژی به دست میاد، اون بحثش که من تو بحث خود انرژی خلاق یا بحث انرژی مثبت عرض میکنم. همینقدر عرض کنم دوستانی که گله و شکایت میکنن از خودشون یا از فرزندانشون یا اعضای خانواده که اینا یه چیزی رو شروع میکنند ولی بعد ادامه نمیدند، برای اینکه اینا انرژی پرتابی رو خوب دارن، میرن جلو، ولی انرژی که اینا رو بخواد ادامه پیدا کنه و اون انرژی مهمتر اتفاقا انرژی دوم، اون انرژی رو ندارند. این یه نکته. نکته دیگه این است که اینا توی مسیری قرار نمیگیرن که انرژی به اندازه کافی استفاده شه. ببینید مثلا اگر هواپیما از داره میره و به اصطلاح میگن چاهای هوایی یا به هوای بد برخورد کنه، انرژی بیشتری باید مصرف کنه تا از اونجا بیاد بیرون. یا هواپیمایی که به سطح زمین نزدیک میشه، برای اینکه سرعتش کم میشه جاذبه خیلی بیشتر میشه، وزن هواپیما هم سنگینه، انرژی بیشتری میخواد تا بتونه خودشو حفظ کنه که نخوره زمین. ولی وقتی میره به ارتفاع مثلا 30,000 پایی 20,000 پایی دیگه اونجا جاذبه کمتره، باد کمک میکنه، انرژی کمتر مصرف میکنه و راحت تر میره. انسان هم همینطوره. انسان وقتی که میخواد کاری رو تحول رو شروع کنه، مجرای تحول مهمه. مثلا با چه خانواده ارتباط پیدا کنیم تا صدمه نخوریم، چه مسیر رو طی کنیم تا مشکل پیدا نکنیم. و به همین دلیل بحث‌های مهمی توی انرژی خلاق و تحول انسان هست که من اینا رو با عزتون به موقع خودش بحث خواهم کرد. انشالله حتما باید در مورد انرژی مثبت و انرژی منفی حتما مفصل صحبت کنیم. فعلا آقای دکتر، من شما و بینندگان عزیز رو دعوت میکنم تا یک میان برنامه رو با هم تماشا بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت خانمای عزیز، خانمای خانه‌دار. امیدوارم که حالتون خوب باشه، از کار خونه خسته نشده باشید و یک زندگی خوب و شادی داشته باشین انشاءالله. امروز من در برنامه به همین سادگی در خدمت شما عزیزان هستم، امیدوارم بتونم مثمر ثمر باشم. خانمای عزیز، من یه لکه رو لباسمه، همین الان که خواست بپوشه شوهرم متوجه شدم که این لکه هست و این لباسم میخواد بپوشه. من این لکه رو خیلی سریع الان برای شما از بین میبرمش که هیچ اثری نباشه، تا بعدم بیارم و بشورم و این لکه رو از بین ببرم. خب حالا با چی میتونم این لکه رو از بین ببرم که بتونم همین الانم از این لباس استفاده کنم، خودم یا شوهرم یا بچه هم؟ خب من با پودر بچه این کار رو برای شما عزیزان انجام میدم. هر وقت لباسی رو خواستید بپوشید، همون متوجه شدید که لکی است و میخوان اونم بپوشید و برید، خب میتونید با یک کمی پودر بچه این لکه رو از بین ببرید. من با پودر بچه تمام این لکه رو پر میکنم، خوب ماساژ میدم چون سفید بلیزم و لکه خیلی سریعتر میتونه این لکو از بین ببره. خوب اونو با پودر بچه مالش میدم که به تمام لکه فرو بره و پر بشه. خب ببینید که عزیزان، این آروم آروم لکم داره از بین میره. خب کمی دیگه میریزم، خوب خوب ماساژ میدم که به خورد لباسم بره. خوب اینو به همین سادگی دیدین من این لکه رو از بین بردم، ولی حالا این پودراشو میخوام ببرم از بین. کمی دیگه لکه دیدم، اونو خوب ماساژ میدم. این کار باعث میشه که خیلی راحت لکه از رو لباس سفید بره و هیچ دردسری هم ایجاد نشه. خب
خب خانمای عزیز دیدید که لکه‌ای که رو لباس بود رفت کاملا با پودر بچه. من ماساژش دادم و لباسمو خوب تکوندم و پودرای بچه اضافه ریخت و لکه از روی لباس من رفت. ببینید هیچ اثری دیگه از روی لکه روی لباس من دیده نمیشه. به همین سادگی من تونستم لکه رو از بین ببرم تا بتونه از این لباس استفاده کنم. به همین سادگی امیدوارم که بتونم در برنامه‌های آینده برای شما عزیزان با پندهای دیگه در خدمت شما باشم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، امیدوارم از میان برنامه استفاده کرده باشین. برمیگردیم به ادامه بحث گفتگوی خانواده. آقای دکتر اجازه میدین که طبق روال برنامه‌های البته بعضی از برنامه‌هایی که داشتیم قسمت دوم رو یک سوال خانواده رو مطرح کنم. سوال اینطور مطرح شده که من تقریبا بسیاری از بحث‌های رادیو تلویزیون را که به فارسی چه رادیو تلویزیون یا همان صدا و سیمای کشور یا سایر رسانه‌های فارسی زبان را می‌بینم. اکثر کسانی که در مورد مسائل روانشناسی حرف میزنند نهایتاً از فرد انتظار دارند که خودش را تغییر دهد. مگر میشود با این همه مشکلات تغییر کرد؟ خب اونهایی که انتظار دارن انتظارشون درسته. اصولاً خب کسانی که این صحبت ها رو میکنن آدمای کار کرده، تحصیل کرده و تخصص تو این زمینه هستن، قطعاً بحث میکنند. نقش فرد خیلی مهم است. فرض بفرمایید که شما یه طبیب خیلی خوبی رو در نظر بگیرید. انسان به دلیل ناراحتی هم که مثلا داره بره پیش طبیب و طبیب توضیح هم بده ناراحتی ما چیه و دارو هم به ما بده و بگه این داروها رو میل کنید تا خوب بشید. خود ما داروها رو نخوریم خوب نمیشیم دیگه. این انتظار که مثلا اون کسی داره این توضیحات از حالا تلویزیون چه صدا و سیما یا تلویزیون هایی که به ما در واقع میخوان راه رسم زندگی بیاموزن، هر تلویزیونی هست، خب اونا به ما اینا رو آموزش میدن بعدم خودشون بیان برام اجرا کنن، خب این که نمیشه. بعدی هیچ انتظار از ما دارن که ما اجرا بکنیم. اما یه نکته هست، ممکن است دکتر دارو رو به فرد بده، فرد دارو رو استفاده کنه، بگه من این دارو رو استفاده کردم، اصطلاحاً میگن یه سری ساید افکت داشت، یعنی عوارضی داشت مثلا در علمش میگن. خب این تاثیر کرده که مثلا من لب و دهانم خشک میشه نمیتونم حرف بزنم یا خواب‌آلود میشم نمیتونم برم سر کار، پس بنابراین من دارو رو نمیخورم. در اینجا حالا دوباره به پزشک مراجعه میکنه، میگه اینه دکتر پزشک طبیب میدونه که برای اینکه اینا رو خنثا کنه چی کار کنه، یا میگه شما دو هفته دوام بیار، یه هفته مقاومت کن، مشکلی نیست. لذا اطباء وقتی داروی رو میدن خودشون میدن این داروها چه ممکنه اثرات جانبی کوتاه مدت داشته باشه، چه بسا 10 روز 20 روز یه ماه مرخصی به فرد بدن، میگن 20 روز سر کار نرو، رانندگی نکن، توی خونه باش تا این بدنت به این دارو عادت میکنه. بعد از اینکه عادت کرد این عوارض دیگه نداره، فقط یه هفته دو هفته یه ماه داره مثلا. درسته. تحول همینه. بعضی کسانی که به خصوص هیچ وقت تحول در خودشون ایجاد نکردن، سالهای سال با انرژی‌های منفی سر و کار داشتند، میدان انرژی منفی قدرتمندی داشتند، مثلا آدم مایوسی بوده همیشه، یکی از انرژی‌های به اصطلاح منفی قدرتمند تخریبی یأسه، ناامیدیه. چقدر قرآن زیبا در اینجا بحث میکنه که از رحمت خدا ناامید نشید، هیچ وقت ناامید نشید، رحمت خدا رو از خودتون دور نکنید، ولا تقنطوا من رحمت الله مثلا. خب دیگری ترسه. کسی که سالها ترس داشته، دلهوره داشته، تو تصمیم گیری دچار مشکل بوده، خب این میخواد متحول بشه. بدیهی است که اصطلاحاً عوارض جانبی تحول شروع میشه دیگه. عوارض جانبی تحول از طریق هویت دوم همیشه آغاز میشه. یعنی تا میخواد متحول بشه، اون هویت دومی که با ترس میتونه زنده بمونه بهش حمله میکنه، میگه بابا ول کن این حرفا رو، اینا برای بازارگرمی و اینها، شروع کن از این استدلال ها. مثلا
یا بابا تو سنت دیگه بالاست، این دیگه مال از تو کسیست که گذشته 18 درسته سالشه، 20 سالشه، 30 درسته سالشه، تو 50 60 سالته دیگه، حتی گذشته. ببین اینا توجیهاتی است که اما عوارض جانبیه داروی تحول به اصطلاح، درسته. اینها میاد انسان رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. یا به نوعی آقای دکتر من فکر کنم که این دوستی که این سوال مطرح کردن از جزء اون دسته افرادی هستن که فکر میکنن که تمام تغییرات باید از بیرون انجام بشه، وقتی همه چیز مهیا شد بعد اون وقت اینا میتونن شروع بکنن به تغییر کردن. بحثی رو که ما در قسمت اول داشتیم، اینکه هر کسی خودش باید این تغییر رو شروع بکنه. حالا من واقعا فکر میکنم ممکن است اینم تو ذهنشون بوده باشه، یا به نوعی شاید دیگران هم اینجوری فکر کنن که همه چیز به تعبیر شما باید فراهم باشد و بعد بنابراین تغییر. درسته. اصلا ما با تحول همه چیز رو فراهم میکنیم. تحول و انرژی خلاق ممکن است ما رو ثروتمند نکنه، ولی از آنچه که داریم لذت میبریم، اینو ایجاد میکنه. ممکنه اصطلاحا برای ما آسایش ایجاد نکنه، ولی آرامش ایجاد میکنه. کسانی که تحول خلاق پیدا به صلاح در انرژی خلاق درشون رشد میگیره، انرژی مثبت درشون افزایش پیدا میکنه، خیلی وقتا میبینی زندگیشون همونه. به لحاظ مادی که حقوق یک کارمندی که مثلا 300 400 500 تومن، حالا کمتر بیشتر، این کارمند وقتی که انرژی خلاق بهش رو میاره و آدم متحولی میشه، حقوقش که اضافه نمیشه، خونش هم که تغییر نمیکنه، اجاره نشین هم باشه اما اجاره نشین هست. اما تا دیروز کارش این بود صبح تا شب به تعبیر عامیانه ما نکنال میکرد، عصبی بود، با بچه‌هاش درست حرف نمیزد، با خانمش حرف نمیزد درست، به دیدار خانواده‌های مثل فامیل و بستگان نمیرفت، همش ناراحت بود، فقط همه چیز رو منفی میدید، سیاه میدید، تاریک میدید، تیره میدید. این آدم با همون پول، با همون جسم، با همون قد و قواره، با همون سن و سال، حالا با کمی تفاوت، با همون خانواده، از امروز همیشه داره روشن میبینه. از امروز یعنی بعد مدتی که خودش متحول کرده، میبینه که اگه دیروز یک قاشق غذا میخورد، نهار میوردن تونتون غذا رو میخورد، بعد میرفت کنار. الان تا بچه ها جمع نشن، خانم نشینه، همه با هم نشینن، غذا رو نمیخوره. وقتی غذا رو میخوره تونتون نمیخوره، آرام غذا میخوره، لذت میبره. یه غذا میخوره به چشم بچه هاش نگاه میکنه، به خانمش نگاه میکنه، حرف میزنه. اینا کار سختی نیست، اصطلاحاً معونه بردار نیست، درسته. پولی هزینه هم نمیخواد، یه مقدار آرامش میخواد و نتیجه ای که از این آیدش میشه واقعاً فراوانه، فوق‌العاده است. درسته. یعنی من به دوستان میخوام عرض کنم اگر میخوان ببینن الان تو وضعیت اصطلاحاً انرژی منفی یا مثبت، اینه که ببینن الان عضله هاشون گرفته است یا رها، یه لحظه رها کنن، میرن تو فاز اصطلاحاً انرژی مثبت. درسته. علتش هم این است که وقتی رها می شود یعنی در باز می شود، به لحاظ ذهنی در که باز می شود انسان قدرت پذیرشش بیشتر میشه. و همه انرژی مثبت رو می تونه آفرین جذب بکنه. چرا؟ برای اینکه دشمن انرژی مثبت مقاومته. فرض بفرمایید جناب عالی بنده رو مطالب ارزشمندی میگید و منو حالا به تعبیر عامیانه یا نصیحت میکنه یا راهنمایی میکنه یا به بنده رهنمود میدید، من ایستادم حرفتون تموم شه جواب شما رو بدم، درسته. اینو بهش میگه مقاومت. این ویژگی انرژی منفیه. خب اگه شما هم انرژی منفی داشته باشید، اولا نمیدونید من شروع کنم حرفامو ادامه میدین، به محض اینکه من خواستم جواب شما رو بدم قطع میکنین حرف منو میزنید، حرف خودتون میزنید. پس این میشه انرژی منفی در منفی که همدیگه رو پوشش میدن و بیچاره میکنن به اصطلاح. شما انرژی مثبت داشته باشید و من انرژی منفی، خب من به محض اینکه اصطلاحا مقاومت، ما میگیم گارد گرفتم، درسته. که شما صحبتتون تموم شد، حالت دفاعی، لاک دفاعی، تا صحبتتون تموم شد کاری ندارم که صحبت مفید بود یا نبود، شروع میکنم خودم توجیه کردن. اصلا شاید گوشم نمیدین. واقعا هم ممکنم دو تا کلمه شو، یعنی فقط به گوشم میخوره، داخل نمیاد دیگه، بسته است چون رها نیست، عضله ها همه گرفته است. خب به معنی اینکه شما انرژی مثبت داشته باشید، متوجه میشید که من اصلا توی فاز منفی ام اصطلاحا، یکی دو بار میگید اگه نشد با همون آرامش رها میکنید، خوب گوش نمیکنه چاک. اما اگه انرژی منفی داشته باشی شما عصبی میشید. دو نفر با هم درد. آها، یک زن شوهر، یک شوهر عصبی انرژی منفی، یک زن عصبی انرژی منفی. این مکالمه رو شما ببینید، گاهی اوقات 4 ساعت با هم حرف میزنن، عصبی شدن، خسته شدن، انرژی فراوان از دست دادن، چندین بار چایی خوردن، سر یخچال رفتن، اومدن ولم نمیکنن، تا آخرش هم دعوا دارن. صبح هم که بیدار میشن خسته کوفته، اول صبح خسته. کافیه که این انرژی مثبت داشته باشه. من تو بحث‌های
انرژی های مثبت و منفی عرض می کنم. در اونجا یه خودم بیشتر اینو توضیح میدم که اساساً انرژی ها میدان دارند. طبق بحث ها و مطالعاتی هم که شده، این میدان انرژی مثبت مثلا به حدود 7 متر میتونه باشه. یعنی آدمی که انرژی منفی داره و یک جا بنشینه، تا 5-6 متر شعاع اطراف همه احساس میکنن که حالشون گرفته شده، اصطلاحاً نمیدونم چرا افسرده شدن. آدمی هم که انرژی مثبت داره هر جا بشینه همه احساس میکنن که یه خود آرامش پیدا کردن، حتی ممکنه واقعا متوجه نشن. این که میگم نمیدونم چرا دلم یه دفعه گرفت، دلم یه دفعه شاد شد، یه خود ببینه اطرافمون کیا اومدن رفتن، تو چه جلسه مجامع شرکت کردیم. حتی تو جایی که انرژی منفی زیاده، که تو مرکز انسان بشینه، وسط بنشینه، انرژی منفی بیشتر بهش میاد. مثال اگر توی سینما رفتن یه فیلمی رو که مثلا خودش سرشار از انرژی منفی میبینن، اونایی که نشستن دارن انرژی منفی میگیرن، انرژی منفی هم تبادر میکنن. اگه وسط سالن سینما نشسته باشین، حوصله‌تون بیشتر سر میره، خسته تر میشین، کلافه تر میشین، گوشه‌ها بنشینید کمتر. اینا چیزی که تجربه شده، بررسی شده. خب اگر ما اینجوری به انرژی مثبت و منفی نگاه بکنیم، اون وقت میبینیم که واقعیت قضیه این است که این ماییم که آروم آروم باید برگردیم تغییرات ایجاد کنیم. ایشون میفرمایند که ما همه اینها رو میگند و میگن خودتون این کار رو بکنید، درست میگند. بالاخره من باید خودم رو تغییر بدم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یه قرآن دیگه میگه شما خودت تغییر بده، جامعه تغییر میکنه. حداقل شما دکتر، من فهم کنم یه مشکلی هست، مثلا یه مشکلی وجود داره توی زندگی که ما فهم کنیم که نمیتونیم. حالا ایشون میگن با مشکلات، با این همه مشکلات چه بکنیم، یعنی چه جوری اینو تغییر بدیم. یه سری مشکلات هست که میگه مثلا از عهده ما اصلا خارجه، ولی وقتی من خودم رو تغییر بدم، دچار تحول بشم، حداقل میتونم با اون مشکل خودم رو بیشتر تحملش کنم، تحمل مشکل برام راحت تره. ولی اگه من تغییر نکنم، اون مشکل میتونه منو نابود کاملا کنه. درسته. یعنی نوع مواجهه و رویارویی ما با مشکل هست که اولا ما رو با مشکل برای حل مشکل آماده میکنه، ثانیا خود مشکل رو برای ما تبیین میکنه. من مشکل اقتصادی و مالی دارم، درست، انرژی خلاق و مثبتم پیدا کنم، ممکنه پول برام نشه. الان عرض کردم پولی اضافه ممکن نکنه، اما من این مشکل رو با استدلال فهم بیشتر میپذیرم، فکرم رو به کار میگیرم چگونه میتونم این مشکل رو حل کنم. یک. دو، خیلی ها هستن که پولدار نیستن. اکثریت تمام جوامع آدمای متوسط یا متوسط به پایینن دیگه. خب اگر ما فرض کنید آدم متوسطی هم باشیم، در زندگی ما چندین امکان وجود داره که ازش لذت ببریم. یه لذت، لذتیش که فقط از پول میبریم، ولی خیلی وقتا از پول ممکنه لذت نداریم چون نداریم، ولی از فرض بفرمایید خانواده خوبی که داریم لذت میتونیم ببریم، دوستان خوبی که داریم لذت میبریم. یعنی اون مدار ذهن رو که میبنده انرژی منفی، دیگه همه چیز منفی میبینیم. اینطوری نیست. ترس به عنوان یک منشأ یک از انرژی منفی است، خودش هم تجلی انرژی منفی دوباره. ترس موجب میشه ما از همه چیز میترسیم. یعنی چی؟ از گربه که یه دفعه بپره رومون که نمیترسیم. ممکنه اون ترس فیزیولوژیک باشه. من ترس فیزیولوژیک خیلی حالا بحث نمی کنم اینجا. ترس روانی. ترس روانی موجب میشه ما تو تصمیم گیری ها دلهوره داشته باشیم. تو مسافرت ها دلهوره داشته باشیم. سخنرانی تو جمع، صحبت تو جمع، اظهار نظر دلهوره داشته باشیم. وقتی یه بحثی میکنیم، احساس میکنیم که دیگران به ما یه جوری نگاه میکنن. ما داریم احساس میکنیم. مردم دارن عادی نگاهمون میکنن. دقیقاً اینجوری درسته. خب اینا همه ناشی از ترسه. ترس یه انرژی منفی. ترس موجب میشه ما احساس کم ارزشی در خودمون بکنیم. موجب میشه حتی احساس حقارت کنیم. خب اینا پیامده یه ترسی است که هیچ کسی، ترس روانی که هیچ کسی بهش شاید فکرم نکنیم. خب اینا من با تغییر بدم. من خودم با تغییر بدم. دیگران من لطف میکنن، راهنمایی میکنن، چه از طریق رسانه ها، چه از طریق منابع مثل کتاب ها، مجلات، حتی روزنامه ها. از این منابع هم مینویسن، یه ستونی بعضی از روزنامه ها قرار میدن، چند تا مطلب خوب مینویسن، همونه ما بگیریم استفاده کنیم. لازمش این است که اصطلاحا ما اون مطالب رو درونی کنیم، واقعا بشناسیم انرژی چیه و از اون طریق ما بریم. این چیزی است که من تو بحث هامون در نظر دارم بهش بیشتر بپردازم. متشکرم. نمیدونم اگر فرصت داشته باشیم که دوستان میگن که یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، پس فکر میکنم که
اگر که فکر کنید یک دقیقه کافیه یک جمع‌بندی بکنیم یا اینکه من جمع‌بندی رو به عهده شما میذارم، یک دقیقه شما تواناییتون بیشتره. البته من یه چیزی رو میخواستم برای بینندگان عزیز، من پس با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، من میخواستم ازتون اجازه بگیرم یک نکته رو اضافه بکنم. شما میتونید با یک شماره رو که من بهتون میدم با ما در تماس باشین و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل بکنید. دوستان، باز هم از شما متشکرم که با ما همراه بودید. شب و روز بر همگی شما خوش باد. خدا نگهدارتون.